از دیروز سوال ای میسیزه دو تا کامین داشت تو آتش سوزی بله سوختش بله دیگه وقتی که رانده به ما زنگ زد که چیکار کنه گفت اگه میشی خود بکش گفت من خودم نمیتونم خود بکشم گفت وقتی که خود نمیتونی بکشی دیگه بلا برد ماشین چیکار دیگه که انسان بسوزه ما گورا بسته هر که اومده مثلا کامیون و تانکر بده میخواسته فرار کنه جلو راه گرفته آ دیگه به هم اثر اینا مقصر هم تاجره اینا ترخیص شده بوده اینا دیگه 10 روز شده ترخیص شده با خاطر که اینا پول گمرکی نده اینا توقف داده که واسه شما که ما به شکل شما رد کنه دیگه کشور قانون جمهوری اسلامی افغانستان هم باید پیگیر از قضیه بشه مردم ضرر زیاد کردم کامیونتون سوخته بود ولی چند تا کامیون سوخت؟ نه نه کامیون شما چند تا بود؟ از ما یک بارش چی بود؟ سیمان روز حادثه کجا بودیم؟ روز حادثه اینجا بودیم وقت که حادثه شد رفتم به افغانستان رفتم رفتی افغانستان ماشین داشتیم؟ سه تا از ماشین داشتیم چقدر حدودن بار مالیش میشد هزینش؟ بارش دو تا ماشین سیمان بار داشت یکی ما چادری بود چادریش نمیدونم اما دو تا کانتینر زده نمیدونم هزینه چند میشه ماشینا مار کردم 900 میلیون ارسه تا دوم میشه خریده بدم الان بیمه ای چیزی هم به شما تعلق میگیره یا نه اگر خدا بود و اگر نداد نه کی اصلا کی به فکر ما هست ولی هیچ کس به فکر ما نیه باش هنگ فنگ بوده ها برم برم این صدا گاز خطرناک همون بود دوباره ما ست تو ماشین رو سوخته داداش ما فقط هیچ چی به خونه دیگه نداشتم فقط یک همین پاسپورتم بود ما سمورم به مشهد یک جواز سیر ما دارم همون لحشر هم به ما ندادم همون لحشر هم به ما نده گفته باید بری همون مداره که ما بیاره که ما بتونی از اینجا حمله نخ کنی چون تمام ماشینا سوخته دیگه چیزی به وسط ما نمونده ما به خاطر همون از زندگی خونگاه کنم 150,000 تومان پول دارم از صبح تا حالا جلو 10 نفر آدم رفتم و گفتم فلانی به من پول بده که هموغ زبا بشه هموغ 1000 تا خدا شایده چون وقت گاد نباشه اعتماد یک بار من موکت بوده داداش یکی هم ببخش این لنت ماشین اینا باردشته سوخته کیک بیسکویت اینا باردشته بارا بیش از 5 میلیارده ماشین ما تقریبا 3 تا ماشین ما حدودا 60,000 دلار هم اینجوری مثلا فی میخورد این ماشینا هیچ کدوم به شما تعلق میگیره نه ما بیمه نداریم اگه ما داخل ایران بودیم بازم یه چیزی میتونستیم از ایران مثلا به اون میره میده ولی ما داخل افغانستان بیمه نداریم دو تا بار داشتم فقط کالباس و سس پله چقدر ضرر خوردید حدودا 100 میلیون ضرر خورد 100 میلیون بارا دیگه فقط یا بارا فقط سوخته که راننده و ماشینش ما کار نداریم دیگه آمدن سر بارام نگاه کردن همه زغال شده به سیاه شد هر هفته باید ما یه دفعه تست کرونا بدیم که از اینجا تردد میکنه هر روز میره و میه همونا اونا خب بلوکی دو زیان که یک لشکر هم هستن نگاه دیوارا رو شکستن 17 ماشین دزدا بردن با بارش بردن با باره و چجوری تو آتیش سوزی؟ دادا تو همه آتیش سوزی ماشین دیوار رو زدن خراب کردن خب از این دوستان و یک زنگ زده به من وقت با شانس آوردی نگم من نبودم من ماشین دیگه من بردیدم به کابل سبزیونی باردشیم بردیم اونجا زنگ زده میگه که آقا ما به کنار پا ماشین خو یارو ماشین سر ماشین سوار شده ماشین مردش رو برده دیروز به یه زنگ زده که فلان این ماشین تو چقدر میازه گفته 20,000 دلار گفته 10,000 دلار بیار ماشین خود تحویل بگیر بابا نصف گمرک رو دزدیدن نصف گمرک رو دزدیدن اونایی که سالم بودن چادراشو پاره کردن هم وسایلشو بردن چیزی نداشتن اونی که سالم نبوده که سوخته اونی که سالم بوده همه دزد آوردن دو ماشین بوده یک هر کدوم 21 تن یک 21 تن بوده سوخته یکی دیگه معلوم نیست یعنی پیدا نکردیم به کجا از کجا نیست ما روز آتش سوزی اسلام قلعه دیگه بار ما خالی کرده بودیم اومدیم صف خالیا که بیام ایران یک دفعه دیدیم آتش بلند شده و مسوزه و صدای سر و صدا و اینا همه یعنی که به یک جای میده ما هم به سر دیگه گیر کرده بودیم بنده خدا افغانی آمدم باز کردن راه را که آمدم این بردیم چند تا ماشین به نظرتون اونجا بود که سوخت دیگه ماشین که زیاد بود دیگه او کلن همون صف تانکرها همه که آتیش گرفته بود دیگه آتیش خیلی بلند بود که الان صورت مسوخته یک مقداری کامیون ما تانک کانتینره خب
کانتینر اول روز حادثه ما ماشین ما روز پنجشنبه بود برده به داخل اسلام قلعه، گفتن که اسلام قلعه گذاشتین. بعد ما خود ما اومدیم پنجشنبه جمعه بود اومدیم به بریم خانه بریم تا شنبه گفتن تخلیه میشه. زنگ زدم بریم گمرک آتیش گرفته بیا ماشینا شما رو جابجا کنه. بعد خدمت شما که ما صبح تقریبا ساعت 12 یک بود ما خبر دادن. ما اومدیم اونجا دیگه رفتیم داخل گمرک اسلام قلعه. ماشین ما تقریبا خوشبختانه از آتیش کم فاصله داشت، برتر بود. ماشینای سوخت خیلی از بچهای سمت خود ما طیبات رو برجام اینا خیلی زیاد بودن. تانکر سوخت و گاز و بنزین ها زیاد بودن. همون روزی که الان پاسپورتم مرد شده است، همون روز آتش سوزی که از ایران رفتم دم نقطه صفر که از اونجا می‌خواستم برم، اول تانکر بنزین بود آتش گرفت، خلاصه فرار کردیم، هر کدوم رفتیم یک بری. بعد از او آتش نشانی ها ایران خدایی دمشون گرم کمک اومدن، اگر اونا نبودی که ما چیزی نداشتیم. با آتش نشانی اون کجا بود؟ یا آتش خاموش نمیشد. تا الان دارن آتش نشانی ها ایران دارن الان میرن، تا الان دیدش هم همینجوری دید میکنه. دی گاز داره نشت میکنه، همالی داره نشت میکنه. ما هم با جان خود بازی کرده آمدیم اینجا بریم که همین آتش نگه. برادر همین خطرناکه، گاز میدم. اتنا فقط ما رضایت ما از ایران رضایت داریم. خدای خدا پدر ایر بیامرزه خیر بینه. ما کامیون داشتیم اونجا؟ بله ها. چقدر کامیون؟ ما یک ماشین اینجا یک ماشین اینجا که در گرفت سوخته. سوختش بارش بله چی بود؟ باره ها بنزین بود. بنزین بود. بله ها پاک پی با سوخته. فقط از ایران ما خدای رضایت داریم. واقعا خدای با ما خدمت کرد. به این صحنه اگر ایران اگر با ما خدمت نمیکرد واقعا 10,000 ماشین مسوخ که تقریبا 5,000 ما تلافات داشتیم از رارنده غیر رارنده. 40 سال که ما تو کشور ایرانی واقعا این برخورد بشر دوستانه و همسایگی خوب کردن. اگر با اون سر هم اینا نمیرسید کمک، چون با آتش خاموش کردن اینا مهارت بیشتر داشته بهتر داشته آتش نشانه ایران، به همین خاطر دیگه اینا رسیده کمک خوب شده. کمک ایران با ما کرده، هیچ کشور به خدا نکرده. این مرد قواد بیشته خیلی آتش نشانی با ما خیلی کمک کرده. این ما از ایران خیلی تشکر میکنه که با ما خیلی زحمت کشیده. خود افغانستان کرده به خدا شاید ایران با ما خیلی زحمت کشیده. ایران واقعا دستشون درد نکنه، همیشه همسادی بوده با ما، همکار بوده با ما، کمک کرده و همه رسیدگی کرده. شب و روز آتش نشانی و تا همین الان هم میای آپرسنی میزنه. تو گمرک هرچی بوده سخته. یه چند تایی ماشین رو خیلی کرد شده به افغانستان یا اینجا استاده بوده دن پارکین اومده بازن خیر بینه اینا کرد مرز با کردن. از هر طرف ماشین یکی اینا میسخت. اولین کشوری که به درد افغانستان خود ایران بود. بله. وگرنه آقای والی هرات گفت که ما با آقای کی صحبت کردیم چیز ناتو قاطی صحبت کردیم، گفته امکان نداره. ما نشد، ولی ایران بود که فوری با تجهیزات کامل رسید. واقعا دستشون درد نکنه، مرز باز کن. امکان داشت که این ضرر 5 برابری باشه. خیلی 1500-600 تا ماشین، 120 تا فقط از اون داخل در سالم در آوردن، در غیر همه سوخته داده. ما چون دیروز محبتی به هرات بودیم که همینا رو اسکورت کرده بود، این بار آورد تقریبا 120 ماشین گمرک فقط سالم در آوردن، در غیر همه سوخته. حداقل الان که من همون روزا دیدم 1000 تا 1500 فقط تانکر رو استاده بود. بعد میاد رو چادری ها و این صفایی که چادری ها ما چادری داریم تانکر نداریم. اون سمتایی که ما بودیم هر جای یه جا به نام قبلگ میگم، به نام گاش میگم، که اونجا میرفت توی صف مثل اینجا که الان ماشین و استاده اینجا رو نوبت میرفت. با میومد یه چهارا به نام چهارا فضل احمد بود، اونجا هر جای اسم داره. هر جای حداقل 2300 تا موتور میزنه. ولی خب یه سری فرار کردن اومدن تو ایران، یه سری اون ور رفتن. الان همون چهار اطراف ماشین ما حداقل 30 40 50 تا چادری و اینا سوخته دیگه. از 1500 رد تقریبا 2000 ماشین، 1500 اینا بعد زیاده، ماشین زیاده. ما همین الان اونجا بودیم فیلم گرفتیم، خیلی مثلا یک شهر حساب که سوخته، یک شهر سوخته حساب میشه. خیلی اصلا نمیشه به عقل جور در نمیاد که آدم چند ماشین است. الان نگهبان ما بنده خدا ماشین داشته اونجا، ماشین مال خودش بوده، تانکر سوخت بوده. این بنده خدا الان ماشینم جایی که پارک کرده بوده روز اول الان رفتم جنازه ماشینش رو پیدا نمیکنم. ماشینش منم نیست، منفجر شده با هم تانک و همه چیز اصلا دو هوا رفته. مثلا 1 کیلو آهن مگه پیدا نکردن از ماشین ما. فکر کنم بالای 1200 ماشین، 1300 ماشین کلا سوخته. یعنی هیچی نمونده. همه سوخته. اونایی که فقط بار داشتن حالا به خالیا نرسیده بوده هنوز. بنزین قبل از اینکه آتش سوزی بشه 600 افغانی بود، الان شده 750، یعنی 150 رفته روش.
ماشین های مدیران مازبنز بعد دنگ فنگ که جفتشا سوختن 100%. بعد بریم پایین تر بیم تانکراشا مدیران داره دقل نشتی داره. بعد بیم این برتر یه ماشین آقای زاکری.